از استودیوی ما در واشنگتن همکارم شاهد علوی همراه ما شده صحبت های معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خب واکنش مستقیم و سریع داشت از سوی ناصر کنانی اگر که به قول, به قول حالا آبرام پیلی شاهد ما نتونیم این انتخابات رو دست چین شده توصیف بکنیم چه عنوان دیگه ای میشه براش آورد خب این برمیگرده به تعبیری که جمهوری اسلامی اساسا از ساختار انتخابات و رایگیری داره جمهوری اسلامی این مفهوم رو یک مفهوم وارداتی میدونه در واقع در اون چه که در مبانی توری خودشون آخوندها در حوزه ها میخونن اون چه که وجود داره اصل بیعته یعنی افراد میان با اون کسی که به عنوان خلیفه رهبر مختدا ولی امر شناخته میشه بیعت میکنن اونها این مشارکت در رأیگیری در شبه انتخابات رو هم به یک معنا بیعت تلقی میکنن برای همین خامنه ای میاد میگه که این آبروی نظامه این اقتدار و قدرت نظامه و در شرایطی که ما گزارش های متعدد تصویری داریم از ایران که صندوق های رای خالی هستند اینها این در واقع نمایش رو تا نیمه شب تا دوازده شب تمدید کردن برای اینکه امکان دستکاری و عددسازی براشون محیا باشه طبیعتا اونها وقتی یک مقام خارجی که درک روشنی از معنی انتخابات داره یعنی اینکه افرادی خودشون رو در معرض رأی مردم قرار میدن و این مردم هستن که میگن این افراد آیا صلاحیت دارن یا نه وقتی این رو دخالت میدونه و میگه اینها درست نیست یعنی اینکه خلیفه ما ولی امر ما تشخیص داده که این چند نفر میتونن کارگزاران بهتری براش باشن و مردم حالا بیان ما بهشون امکان رو میدیم که از میان اینها یک نفر رو انتخاب کنن برای چی تا به جامعه جهانی به اپوزیسیون خودش پیام بده بگه فارغ از میزان مخالفت یا موافقت شما هنوز مردم در چشم حاکمیت البته رایای فرمانپذیری هستند که وقتی ما یک دی رو جلوشون میگذاریم اینها با اشاره و خواست ما میان و از میان اونها کسی رو پیشنهاد میکنن که حالا دستیار رهبر باشه که یا رئیس دولت یا به تعبیر نادقیقش رئیس جمهور چون رئیس جمهور در واقع ریاست جمهور رو داره از طرف مردم و اختیار کامل داره در چارچوب اساسی که ما در ایران نمیبینیم به این ترتیب طبیعیه که هر کسی به ریگیری و این نظام به اصطلاح انتخاباتی انتقاد بکنه جمهوری اسلامی اون رو متهم بکنه چون اساسا تعریف متفاوتی از انتخابات داره شاید سه بار هم تمدید کرده ستاد انتخابات رأیگیری رو تا ساعت دوازده ادامه پیدا میکنه به وقت ایران اما خب گزارش هایی که دریافت میکنیم خبر از خالی بودن حوضای رأیگیری میدن این تمدید زمان اغذ رای میتونه توجه مردم رو به صندوق ها جلب کنه به باور نه به باور من به خاطر اینکه عدت هم که میدن یک مقدار در واقع عجیب و غریبه ما میدونیم که مرحله شناسایی کسانی که میخوان رای بدن کد ملی رو این الکترونیک انجام میشه به این ترتیب تعرف های رای که صادر میشه دم دستشون هست هر لحظه میشه اعلام کنن اینها ساعت هفت عصر یعنی یازده ساعت از انتخابات گذشته بود آماری که دادن گفتن که سیزده میلیون و هفتصد خورده هزار رای در واقع تعریف داده شده 13 میلیون 700 هزار خورده ای ها رو هولوش ساعت 7 یعنی بعد از 11 ساعت بودن 22 درصد از واجدین شرایط در اون رای گیری شرکت کردن چون واجدین بیش از 61 میلیون هزار نفر 61 میلیون نفر هست خودشون گفتن 61 میلیون مثلا 450 هزار نفر اما از ساعت 7 تا ساعت 10 در فاصله 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم اینا گفتن که 9 میلیون نفر دیگه در واقع اومدن پای صندوقهای رأی. خب این با این گزارش هایی که ما داریم تصاویری که ما میگیریم چندان نمیخونه. یعنی به, ت... به ادعای وزارت کشور جمهوری اسلامی در یک بازه زمانی 14 ساعته رأیگیری 37 درصد بیش از 37 درصد در رأیگیری شرکت کردن. و ممکنه این رو تا دوازده تا نیمه شب در واقع ادامه دادن. در حالی که گزارش من میگرفتم شخصا از تهران از کردستان، از فارس، از آذربایجان که صندوقهای رای، صفای رای خالی به این ترتیب این تمدید فقط میتونه یک معنی داشته باشه از زن من آماده کردن شرایط و ذهنیت ها برای این که بگن که میزان مشارکت رو احتمالا بالای چهل درصد اعلام بکنن عددسازی سازی بکنن و البته اون کسی رو که میخوان از صندوق بیرون بیارن خیلی ممنونم از شاید علوی همکارم که از استودیو ما در واشنگتن